معرفی همسر واقعی آقای پرویز صیاد، نویسنده، بازیگر و کارگردان خوب ایرانی و بیوگرافی ایشون در ادامه با ما همراه باشید. آقای پرویز صیاد از اون هنرمنداییه که همیشه پرطرفدار و محبوب بوده. قبل از انقلاب مخصوصا با مجموعه صمد آقا طرفدارانش صدها برابر شد، که البته درباره همسر واقعی آقای صیاد یا همون صمد آقای خودمون همیشه شک و شبهه و شایعات زیادی وجود داشته. خیلی ها میگفتن سر همون پروژه صمد آقا پرویز صیاد با شهناز تهرانی واقعا ازدواج کرده. بعد از اون هم عکس‌های زیادی از پرویز صیاد در کنار هنرمندان مختلفی منتشر میشد، مثل شهره آقداشلو یا مهری آپی، که گفته میشد اینها همسران پرویز صیاد بودن و یک دوره‌ای با ایشون ازدواج کرده بودن. قبل از ادامه خواستم بگم اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال بکنید تا زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. اما آقای پرویز صیاد فقط یک همسر دارن که از آشناهای دورشون بودن و اسمشون خانم پروینه. اونها صاحب دو دختر به نامهای مریم و بنفشه هم هستن که مریم صیاد بازیگره و در زمینه نمایش و تئاتر فعالیت میکنه، که بنفشه صیاد هم در زمینه رقص فعالیت میکنه. پرویز صیاد متولد 1 فروردین 1318 در لاهیجانه و فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه تهرانه. ایشون کار هنریش رو در سال 1336 با چاپ شعر و داستان کوتاه شروع کرد و در سال 37 وقتی که دید شعر و داستان کوتاه هیچ طرفداری نداره شروع کرد به نمایش نامه نویسی. سینمای حرفه‌ای رو در سال 1338 با فیلم میمیرم برای پول به عنوان نویسنده ترجمه کرد. خودش گفته هیچ وقت کسی نبود که به هم سفارش قصه کوتاه و شعر بده، اما همین که نمایشنامه نوشتم گروه‌های نمایشی صف می‌کشیدن برای نمایشنامه هام. برای همین این کار رو ادامه دادم. بعد از اون هم همکاری خودم با اداره هنرهای دراماتیک برای تئاترهای تک‌پرده‌ای در تلویزیون ملی شروع کردم. ایشون در همون سالهای اوج جوونیش با خانم پروین ازدواج کرد. پرویز صیاد با شخصیت صمد آقا بسیار خوش درخشید و معروف و موندگار شد. پرویز صیاد در قالب نقش صمد آقا فیلم‌های طنز تند و تیزی ساخت در انتقاد از مسائل سیاسی و اجتماعی و همچنین برای چند فیلم شعر، تدوین، نوازندگی، مشاور فیلمنامه و طراحی چهره پردازی هم انجام داد. ایشون چندین و چند کتاب هم نوشتن و چاپ کردن. آقای صیاد بین سالهای 46 تا 49 نویسنده سریال 200 قسمتی پربیننده سرکار استوار بود که یه نقش کوتاه گذرا به نام صمد رو هم در اون بازی کرد. همین نقش کوتاه انقدر مورد استقبال قرار گرفت که باعث شد یک سال بعد از اون پرویز صیاد سریال صمد و قالیچه حضرت سلیمان رو کارگردانی و بازی کنه و از تلویزیون پخش شد و حسابی پربیننده بود. اون با این سریال و با نقش صمد به شهرت عجیبی دست پیدا کرد. محبوبیت صمد 9 فیلم سینمایی رو برای مردم به ارمغان آورد که آخریش صمد گور به گور می شود نام داشت. انقلاب شد و ایشون که مدتی قبلش برای آماده سازی فیلم جدیدش به لندن سفر کرده بود، مجبور شد با تغییر اوضاع و سختگیری های حکومت جدید برای هنرمندان و همکارانش در ایران همونجا موندگار بشه و بعد از لندن هم به آمریکا مهاجرت کرد و اونجا هم کارش رو در تئاتر و تلویزیون ادامه داد. پرویز صیاد در کارنامه‌اش 17 فیلمنامه، 13 کارگردانی فیلم سینمایی و 33 عنوان بازیگری داره. البته ایشون کارهایی مثل کافشو رو هم برای تلویزیون کار کرده بود و در سریال به یاد موندنی دایجان ناپلئون هم ایفای نقش کرده بود. توی تعدادی از نمایش‌ها و تئاترها هم نقش‌آفرینی کرده بود که البته همه اونها طنز و کمدی
نبودن. برای مثال فیلم فرستاده که 5 سال بعد از انقلاب در آمریکا ساخته شد. اولین فیلم بلند پرویز صیاد بعد از انقلاب محسوب میشه. این فیلم برنده جایزه یوسف‌پلنگ برنز از جشنواره فیلم لوکارنو شد. ایده فیلم فرستاده مربوط میشه به اتفاق واقعی از ترور علی اکبر طباطبایی، فردی وابسته به سفارت ایران در آمریکا که سال 59 توسط یک مأمور وابسته به حکومت جمهوری اسلامی به نام داوود صلاح الدین در آمریکا کشته شد. راستی تا یادم نرفته بگم اگر هنوز عضو کانال ما نشدی حتما دکمه سابسکرایب رو بزنی و زنگوله رو فعال بکنی. اگر تا اینجا از ویدیو خوشت اومده ممنون میشم که اون رو لایک بکنی. آقای صیاد اصولاً یک بازیگر و کارگردان سیاسی محسوب میشه و حتی در فیلمنامه ها و تئاترهای ایشون هم رگ تند و تیزی از سیاست دیده میشه. ایشون با الهام از فاجعه آتش سوزی سینمارکس آبادان نمایشی به نام محاکمه سینمارکس ساخت و کارگردانی کرد که خیلی ها از این تئاتر بعدها تعجب کردند و حتی شوکه شدند، چون بعد از این تئاتر بود که واقعیت ماجرا اعلام شد و متهمانش اعدام شدند. اون در این باره گفته وقتی سینمارکس آتش گرفت من در مونیخ بودم و از طریق یکی از دوستان در جریان ماجرا قرار گرفتم. به عنوان عضوی از خانواده سینما این فاجعه روی من خیلی تأثیر گذاشت. به خصوص از این نظر خیلی براشفته شدم که کسانی که خبر رو به من میدادن با اطمینان هرچه تمامتر میگفتن کار ساواک و شاهه. من ازشون پرسیدم از کجا انقدر مطمئنید که کار ساواکه؟ اونها هم میگفتن روزنامه ها که چیزی ننوشتن، ولی به ما گفتن باید اینجوری بگیم. و این حرف ها و سرپوش ها روی اون فاجعه از اول برای مقاصد سیاسی بود، تا اینکه 2 سال بعد زمانی که دادگاه متهمان پرونده برپا شد جزوه‌ای از یکی از شاهدان عینی این واقعه با نام مستعار در لندن منتشر شد. با خوندن اون از جزئیات اتفاق باخبر شد و از اونجا بود که تصمیم گرفتم اون رو به صورت یک نمایشنامه در بیارم. ولی فقط به اون نوشته ها اکتفا نکردم، کلی در مورد این مسئله تحقیق کردم. هر روز به کتابخونه کنگره میرفتم و از نشریات و مطبوعات مرتبط با اون روزها میخوندم و با بازماندگان و قربانیان و مسئولین وقت شهربانی و غیره آبادان در لس آنجلس هم تماس گرفتم و از هر کجایی که میشد در موردش اطلاعاتی رو به دست آوردم و حاصل این همه تحقیق و گفتگو نوشتن ماجرای نمایشی بود که به صورت ویدیو هم منتشر شد و بسیار هم سیاسی و تاثیرگذار بود. یکی دیگه از کارهای معروف پرویز صیاد که بعد از انقلاب ساخته شد فیلم چک پوینت بود که به فارسی هم ترجمه شد. این فیلم که 6-7 سال بعد از انقلاب ساخته شد به یکی از پیامدهای گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران پرداخته که طبق فرمان ویژه کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا ورود ایرانیان به آمریکا ممنوع اعلام شده بود. پرویز صیاد در این باره گفته هر دو موردی که به لغو ویزای ایرانیان از سوی دولت آمریکا منجر شد، چه در زمان گروگانگیری و چه در زمان ترامپ، عکس العمل دولت آمریکا بود نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی و دودش فقط به چشم مردم عادی رفت، چون مقامات دولتی به هر حال راهی برای سفرهاشون دارن، مثل سفر با پاسپورت دیپلماتیک یا حتی جعل پاسپورت، و این مردم عادی هستند که همیشه باید تاوان این سیاستمدارها رو پس بدن. حدود 17 سال پیش هم نمایشی روی صحنه رفت با نام پرویز صیاد و صمدش. یه کار روانشناختی قوی و موفق بود که تونست یه موضوع کاملا شخصی و درونی این هنرمند در رابطه با هنرمند با نقشش رو نشون بده که درکش برای بیننده راحت تر باشه.
پرویز صیاد در آخرین ایفای نقش تلویزیونیش در کانال من و تو در فیلم دروغ 12 ایفای نقش کرد و بعد هم در مصاحبه گفت که مشغول نوشتن و چاپ کردن کتاب خاطراتشه. پرویز صیاد یکی از معترضان همیشگی حکومت جمهوری اسلامی بوده و در طی اعتراضات سراسری اخیر هم با انتشار ویدیوهایی از خودش و حرفهای تندش نسبت به حکومت و سران و مسئولین حرفهای قابل تأملی زد، با آرزوی سلامتی برای این هنرمند روشنفکر ایرانی. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر باخبر بشید.